سلام به همه دوستان خب در این درس میخوایم ببینیم که در جواب اینکه کجا هستی به آلمانی میتونیم چی بگیم این درس در ادامه جملات کاربردی و روزانه آلمانی هستش و یعنی کجایی درسته و حالا میخوام بگم من خونم میشه ایش بین تو هاوزه ایش بین تو هاوزه میخوام بگم که تو راهم هم بین اونتویگز ich bin unterwegs. حالا میخوام بگم که پیش دکترم یا مطب دکترم. Ich bin beim Arzt. Ich bin beim Arzt. حالا میخوام بگم تو پستم. Ich bin bei der Post. Ich bin bei der Post. میخوام بگم که سر کارم. Ich bin bei der Arbeit. Ich bin bei der Arbeit. حالا آبایت رو هم میگن باید آبایت هم میگن که آفت آبایت هر دوتاش درسته یعنی میتونید بگید ایش بین د آبایت ایش بین آف آبایت حالا میخوام بگیم که من توی ام ایش بین د پارتی ایش بین د پارتی خب بعدش میخوام بگیم که من تو مدرسه هستم ایش بین این ده شوله این ده شوله حالا میخوام بگم که تو قطار قطار هستم یعنی تو این قطارهای درون شهری ایشپین این بان بان معمولا برای اشتخاسم بان استفاده میشه همون قطارهایی که درون شهر هستن ایشپین این بان حالا میخوام بگم تو بانک هم دوستتون زنگ میزنه میپرسه وبیستو شما میخواید بگید من تو بانکم م میشه ایشپین این د بنک ایشپین این د حالا اگر درون شهر باشید منظور تو همون سیتی ها یا همون مرکز شهرتون باشید تو سنت باشید پرسیدن کجایی میتونید بگید که اشبین این دشتاد اشبین این دشتاد یعنی درون شهر هستم ما توی ویدیوی دیگه با هم دیگه اکوزاتیو داتی و کار کرده بودیم الان دوستانی که شاید بپرسن که چرا الان اینجا گفتیم این دشتاد این از کجا اومده با اینکه آرتیکل اشتا دی هست باید اون ویدیو رو اول ببینم و بعد بیان اینو ببینن لینک اون ویدیو اکوزاتیف داتی و براتون آخر این ویدیو میذارم میتونید کلیک کنید و یاد بگیرید خب حالا میخوام بگم که من توی ماشین هستم میشه اشبین ایم آوتو اشبین ایم آوتو تو اتوبوس هستم چی میشه؟ اشبین ایم بوس اشبین ایم بوس حالا میخوام بگم تو قطار هستم قطارهای بین شهری همین قطارهای بزرگ ایشبین bin im zug خب و در آخر میخوام بگیم که تو هابانهوف یا همون ایستگاه مرکزی قطار هستم ایشبین ام هابانهوف ایشبین ام هابانهوف ام مخفف ان دم هستش که خلاصه می نویسن سرهم می کنم می نویسن ام حالا میخوام بگم تو دانشگاه هستم ich اند اونی. der اند اونی. اونی مخفف اونیورسیتت هست ولی در زبان آمیانه بیشتر اونی استفاده میشه حالا میخوام بگم تو ایستگاه اتوبوس هستم ich اند an der haltestelle ich bin بله دوستان دیدین اینا حالا بیشتر مواردی هستش که شما تو زندگی روزمره باید سر کار دارید و میتونید بگید اونجا هستید کافی این جملات رو حفظ بکنین چون این جملات تغییر نمی کنن. یه روش خوب یاد گرفتن اینه که شما کلمات رو در قالب جمله ها یاد بگیرید مثل همین حالت ما که شما میدونید که ایش بین ام هاپ دیگه نمیخواد دنبال این باشید که چرا ام اومده یا هاپ بان آرتیکلش چیه چجوری جوری باید بیانش کنم الان که داتیوه چجوری میشه نه نیاز دیگه به این چیزا ندارید کافی این جملات رو حفظ بکنید همیشه هم ثابت میمونه و میتونید تو زندگی استفاده بکنید حالا بتونم پیشنهاد میکنم که درس ها رو حتما سعی کنید چند بار ببینید که براتون قشنگ ملکه ذهنتون بشه و به خوبی بتونید یاد بگیرید چون زبان کلا زبان آموختن چیز فراریه اگر شما چندین بار مرور نکنید یا دوره نکنید زود از یادتون میره و سعیم کنید این جملات رو حتما تو زندگی روزمره استفاده بکنید خب امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشین دوستان تا ویدیوی بعد بدرود